بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. در ادامه صحبت مسئله کشف نفت و فوران نفت در ایران هیچ عکس العمل ایجاد نکرد. چرا؟ خرداد 1287 بحبوحه جنگ محمد علی شاه هستش با مشروط طلبان و آزادی خواهان. مردم اینقدر سرگرم گرفتاری های خودشون جنگ با محمد علی شاه بودن که اصلا نفهمیدن چه اتفاقی افتاد. این شرکت کار خودش شروع میکنه و برای اینکه نفت و پالایش کنه وسایل رو با کشتی های اون زمان، کشتی های بخاری، اینا رو می آوردن. با چه بدبختی این دستگاه های عظیم و حتی اینا رو می آوردن رو زمین می غلطوندن، یعنی زیر اینها چوب می زاشتن، اینا رو می بردن به طرف عرشبت خوزستان و مسجد سلیمان و تمام وسایل رو از لندن آوردن، از استرالیا آوردن. چون گفتم فعالیت های استرالیای دارسی زیاد بود، دارسی اصلا پاشو تو ایران نذاشت و اینا آوردن و آبادان رو به عنوان پالایشگاه اجاره کردن. از کی اجاره کردن؟ شیخ خزعل. شیخ خزعل یک امیر عرب شیعه مذهب بود که اینها در اوائل سلطنت قاجار از عراق به ایران مهاجرت کرده بودن. محکسن، آل محکسن یک قبیله بود، اینا شیعه بودن، از عراق اومدن به ایران و بعد کم کم صاحب قدرت شدن. یکی از بزرگان اینا شیخ جابر بوده، عرض شود که پدر شیخ مزعل. قصری به نام فعلیه ساختن یا فیلیه، الان نزدیک خرمشهر است. این کم کم قدرتی زیاد میشه. بعد مزعل برادر این خیلی آدم خوبی بوده، دولتخواه بوده، میکشه در زمان مظفرالدین شاه با کمک انگلیسی ها مزعل رو میکشه، شیخ مزعل رو. همسرش هم عرض شود باش ازدواج میکنه، ترکان خانوم، و بعد این قدرتی پیدا میکنه که مادام دیولافوا در سفرنامهش نوشته من رفتم اونجا دیدم چه قدرتی داره و این میخواد خوزستان رو از ایران جدا کنه، ولی ظاهرا صداشو در نمیاره. ایشون حاکم خوزستان میشه و مرکزش هم در بندر خرمشهر امروزی که بهش گفتن محمره. همه میگن محمره عربیه، نه، محمره در زمان ساسانیان به نام مهمان راه. مهمان راه یعنی جایی که محل اسکان مهمانان بوده، در اونجا زندگی میکردن، کاروانسرا داشته. اینو میکنن اعراب محمره، که خیلی اسما رو در ایران عوض میکنن، اسم محمره میشه جانشین مهمان راه. با خانواده سعودی هم رفت آمد داشت، این برای خودش گذاشته بود که خوزستان رو تبدیل به عربستان بکنه و جدا بشه. مفصل ماجراش از اواخر زمان مظفرالدین شاه شروع میشه، چون مظفرالدین شاه آدم مریض و بیحالی بود. این شروع میکنه به قدرت و برای خودش پلیس درست میکنه، برای خودش ارتش درست میکنه، تشکیلات درست میکنه. انگلیسی ها از این حمایت میکنن به خاطر اینکه در زمان جنگ مانع از حملات قبایل عرب عثمانی میشه به لوله های نفت، سختگیری میکنه در برابر نیروهای عرب طرفدار عثمانی، مقاومت میکنه و به این لقب سر بهش میدن و بعد نشان ستاره هند بهش میدن، خیلی مهم بوده. و به این وعده داده بودن که جنگ تموم بشه ما عراق، جنوب عراق و با خوزستان یکی میکنه، میشه ایالت امارت عربستان مثل کویت و ما بدیم به تو. خیلی به اینا دلگرم بوده. 60 تا زن داشته و 2 تا شاهزاده خانم قاجار هم زن این بودن از خانواده نظام معافی. می اومده تهران، آخرین بارم در قاسم آباد شمران بود که همونجا پلیس رضا شاه جنایت میکنه، اینا خفه میکنن، میکشنش. 75 سالگی کلاه پهلوی هم سرش میذاشت. این قدرتی داشت. وقتی میرفت عرض شود که به لبنان میگفتن راه یتزوج، رفته زن بگیره، میرفت زن میگرفت از لبنان، راه یتزوج، و درباره شعر میگفتن، قصیده میگفتن، تریاکم میکشید، تمام منهیاتم مرتکب میشد. و صحبت این بود که عربستان با عراق، جنوب عراق بشه کشور عربستان. انگلیسی ها چنین برنامه داشتن، ولی ظهور دولت اتحاد جماهیر شوروی و این مسئله کمونیسم که جهانگیر داشت میشد،
انگلیسی ها رو منصرف کرد. به این فکر افتادن که در ایران یه حکومت قوی بیاد و جلوی شوروی رو بگیره، کمان که در ترکیه آتاتورک اومد، در فلان مارشال مانرهایم اومد، در رومانی آنتونوسکو اومد، در یونان ونزلوس اومد. این دیوار آهنین رو انگلیسی ها و فرانسوی ها در نهایت دقت کشیدن. در افغانستان هم امان الله خان، شما گزارش ها رو بخونید، انگلستان گزارش داده، سفارت انگلستان نوشته در تهران 50 کمیته کمونیستی تشکیل شده. در گیلان میرزا کوچیک خان یه آدم مذهبی بود، آدم خیلی خوب و انسانی بود. بفرمایید، عکسش هم اینجا من گذاشتم، هدیه بهم دادن. عرض شود که این آدم آدم بسیار خوبی بود و اصلا کمونیست نبود. اومدن به این گفتن ما میخوایم به شما کمک کنیم. شوروی ها وقتی رسیدن به قفقاز و رسیدن به آستارا پیغام دادن ما اومدیم به شما کمک کنیم، شما رو از دست دولت ایران که نوکر انگلستانه نجات بدیم. بعد اومدن تبلیغات کمونیستی در چیز پیاده شدن در انزلی. مدت دوستی میرزا کوچیک خان با روسا خیلی کوتاهه، 2-3 ماه طول نمیکشه. کودتا میکنن، میخوان بکشنش، برای اینکه این مذهبی بوده، تابع قرآن بوده و این فرار میکنه، میره به تولم و فومن، اونجا پناهنده میشه. کمونیستا میان میگیرن. بعدم یک در لندن مذاکراتی بین نماینده های کمونیستا، نماینده کمونیستا در لندن صحبت میکنه و قرار میشه که اینا تخلیه کنن. در آبان 1299 تخلیه میکنن. احسان الله خان بهایی رو که کمونیست سرسختی بوده از ایران میبرنش و اینا میرن و بعدم دولت میاد که سرکوب میکنه و در سال 1300 هم که میرزا کوچیک خان به شهادت میرسه. خزر دو نوع نقش بازی میکرد در محافل ایران. میگه من اومدم احمدشاه رو نجات بدم. چرا اومده؟ شاه ایران رو تبعید کرده. شاه ایران رو تبعید کرده بود دیگه، از ایران 1102 فرستاده به اروپا. شاه عاشق اروپا بود، یعنی مریض بود، میخواست بده خودشو معالجه کنه. مرض کلیه داشت، مرض فربهی زیاد داشت، خیلی چاق بود، خیلی تمام بیماری ها رو داشت. این شاه در 33 سالگی هم مرد. ولی عرض شود که خزعل به ایرانی ها می نوشتش که من میخوام شاه برگرده، چرا ایران شاه نداره؟ ولی به مطبوعات عرب میگم من میخوام اینجا رو جدا کنم، جزء سرزمین عرب. حتی تقاضا کرده بود که منو جزء کشورهای عربی بپذیرید. ولی اینی که شما رضا خان میگید، مدرس یه نامه‌ای به خزعل نوشته، نوشته شما خیلی بدنامید، شما در تهران خیلی بدنام هستید، شما رو به آزار و اذیت منسوب میکنن. خزعل تقریبا تمام خوزستان ملک شخصیش بود، یه سری رو خودش گرفته بود به زور، یه سری از دربار قاجار، همون دوتا خانومی که شاهزاده خانوم بودن، دوتا شاهزاده خانوم قاجار زنش بودن. توجه میکنید؟ این بود که خزعل خیلی در تهران بدنام بود و همه از کار رضا شاه استقبال کردن. اون موقع هم رضا شاه نبود، رضا خان سردار سپه بود. دولت شوروی هم بهش کمک کرد. اینی که میفهمید رضا خان به دستور انگلیسی‌ها این کارو نکرد، افکار عمومی ایران میدونست که نفت داره میره از کشور، پول احتیاج داشت دولت. شما باور میکنید زمان ناصرالدین شاه عرض شود که بودجه ایران 6 میلیون تومان بود؟ اولین بودجه ای که رضا شاه بعد از که پول گرفت و از اینا 25 میلیون تومان بود. ما آخر دوره رضا شاه من فکر کنم بودجه ایران 400 میلیون بود، بعد دیدم توی سالنامه پارس 100 میلیون تومان، 100 میلیون بودجه ایران بود. توجه میکنید؟ بنابراین مردم و دولت و مجلس همه متوجه بودن که آقا این پولو داره میخوره. ایشون قراردادی بسته. ببینید چقدر جالبه، نگاه کن. در ماه آوریل سال 1909 برابر اردیبهشت 1288 شرکتی به نام نفت انگلیس و ایران با سرمایه 2 میلیون لیره که نصف آن پرداخت نشده بود به جای شرکت سندیکای امتیازات در لندن ثبت و تشکیل شد. اسم شرکت شده بود سندیکای امتیازات. 970 هزار سهم 1 لیره این شرکت متعلق به شرکت نفت برمه بود، اونم مال انگلیسی ها بود. 30 هزار سهم به بخش خصوصی فروخته شده بود، به رجال ایران هم داده بودن. خیلی از رجال ایران صاحب سهم بودن، این بود که طرفدار شرکت نفت انگلیس و ایران بودن. ریاست هیئت مدیره شرکت به لرد استراتکونا، لرد استراتکونا بوده. بعد مدیر عامل شرکت چارلز گرینوی اینا بودن.
دارسی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد، بعدم بیرونش کردن، یه شرکت دارسی درست کردن. در سال 1917 میشه 1296 با مرگش برای ابد از صحنه کنار گذاشته شد. دیگه ما بعد از این با دارسی هیچ کاری نداریم. در همان سال شرکت نفت بختیاری با مسئولیت محدود تأسیس شد. 3% از سرمایه 400 هزار لیره این شرکت توسط قوانین بختیاری و بقیه از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت شده بود. در همان سال شرکت نفت انگلیس و ایران با شیخ خزعل ابن جابر امیر محمره که از سوی دولت ایران پست حکمرانی خوزستان را داشت قراردادی منعقد کرد. 1 مایل از اراضی آبادان را برای ایجاد پالایشگاه از او خریداری کرد. به موجب قرارداد دیگری حفاظت منطقه آبادان در مقابل پرداخت حق الزحمه به عهده شیخ خزعل محول شد. شیخ خزعل نامه‌های زیادی داره. من نامه‌هاش رو تو کتاب همین اصل کاری شرکت نفت چاپ کردم. هی خواهش کرده، گفته شما منو در مقابل دولت ایران حفظ کنید، شما به من اینقدر قرض بدین، 40,000 لیره قرض بدین. گفتم خراج بود. آدم وقتی 60 زن داشته باشه باید مرتب قرض کنه و خرج این زنا رو در بیاره. هر شود که برابر اینا اومدن آبادان و در اون 1 مایل این چیزو ساختن. آقای قباد فخیمی، این یکی از مسئولان شرکت نفت تا سال 57 بوده، رفته به آمریکا، نوشته محله بریم و بوارده رو برای خودشون درست کردن. بریم و بوارده اسمشو بدون، این دوتا اسم دهکده عربیه، بریم و بوارده. بعد در این بریم و بوارده بهترین خانه ها رو ساختن. من رفتم دیدم خانه ها مثل لندنه، مثل برایتونه. و بعد نوشته که پالایشگاه رو طوری ساخته بودن که دود به طرف اینا نمیرن، یعنی هدایت دود به طرف محلاتی که بود ایرانی ها زندگی میکردن. گفت یک دود طرف این نوشته، این آدم مهندس و باسوادیه. گفت من تعجب کردم چرا دود طرف بریم و بوارده نمیره، زندگیشون عین لندن. به قدر زندگی اینا خوش میگذشت که نمیرفتن انگلستان. وقتی مصدقی داره بیرون کرد گریه میکردن. گفت ما تو انگلستان کسی رو نداریم، پدرمون مرده، مادرمون مرده، عمومون مرده، ما همش تو آبادان 30 سال 40 سال بودیم. میره چیکار کردن؟ ما هم این کار رو تو کیش یاد گرفتیم، انجام دادیم. اومدن باشگاه درست کردن، درخت آوردن، اکاسیا، اقاقیا از هندوستان، درخت های آوردن که باب زمین آبادان بود، آبادان. عربا به این میگودن آبادان. یه دفعه هم دولت عثمانی اومده بود در زمان شاه طهماسب اینجا رو گرفته بود ولی پس داده بود، چون پرتغالی از ایران حمایت میکردن. اون موقع پرتغالی ها تو هرمز بودن، اینا رو زدن ناوگانشون رو غرق کردن، از بین رفتن. حتی سلطان سلیمان اومده بود گفته بود در زمان سلطان سلیمان آبادان ما گرفتیم. توجه میکنین؟ تو کتاباش هم نوشتن. خب عرض شود حضور انورتون که این شیخ خزعل بنابر این تمام امور رو به انگلیسی ها میده. یه ارتش هم داشته، یه قشون هم داشته و شما که میرفتید شوشتر حکومت ایران تموم میشد. محمد مال ایشون بود. خب شیخ خزعل یه مکاتباتی کرده، تمام نواحی نفتریز خوزستان رو به شرکت اجاره میده. ضمناً شیخ خزعل به وسیله خانومای قاجارش و به وسیله زور خودش تمام اهواز، آبادان، خرمشهر جزو املاکش. ما صورت املاکش رو در آوردیم. در سال 28 اینا به دولت برگشت. چون ورثه رفته بودن گفتن این املاک پدری ماست، اینا رو ناصرالدین شاه داده، مظفرالدین شاه داده. گفتم که این نظام معافی خیلی قوی بود تو دربار، وزیر دربار بود، یک کسی بود که همه امتیازات میداد. من داره میگم که بین اختلافات چی شد و چه اتفاقی افتاد. در سال 1289 ساختمان پالایشگاه آبادان شروع به احداث شد. ظرفیت اولیه پالایشگاه 120,000 تن در سال بود. بعدا به میزان ظرفیت آن افزایش یافت تا سال 1299 به 1,000,000 تن رسید. 1,000,000 تن در سال 1211 ساختمان اولین خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان پایان یافت. تلمبه‌های نصب شده در این خط با بخار آب کار می‌کردند.
ظرفیت روزانه تولمبا 40,000 بشکه، حد اکثر فشار آن 800 پوند بر اینچ مربع بود. ظرفیت سالیان این خط 400,000 تن و قطر آن بین 10 تا 15 سانتی متر بود. این از این کتاب درآوردم. تمام این اطلاعات تو این کتابه که مرجعه خودشون هم چاپ کردن. پالایشگاه رو بهش میگن چی؟ تصفیه خانه. عده زیادی کارگر از عراق آوردن، کارگر از هندوستان آوردن که تو سر اینا بزنن. کارگرای ایرانی هم استخدام کردن، روزی 4 ریال، روزی 5 ریال، روزی 6 ریال، یعنی حقوقا خیلی ناچیز بود. مهندسان انگلیسی، استرالیایی، کانادایی، آفریقای جنوبی، آلمانی در پالایشگاه کار میکردن. انگلیسی ها آبادان سنگستان بود، اومدن خاک آوردن روش ریختن. این آبادانی 50 تا باشگاه، ببین چقدر به کارمنداشون میرسیدن. یعنی شما اونجا باشگاه اسبدوانی داشتید، باشگاه قایقرانی داشتید، باشگاه نمیدونم گلف داشتید، هر چی میخواید داشتید. بنگله درست کردن، بنکالو. یعنی چی؟ یعنی آسایشگاه. یک آسایش شما میرفتید اهواز، هتل نبود، مسافرخانه‌ای پر از شپش بود، ولی میرفتید اگر سفارش میگردن میرفتید تو آبادان، خرمشهر، شما نمیدونید چه بنکالوهایی بود. بنگله یعنی آسایشگاه، اقامتگاه، و اینا بهترین مطبوعات انگلستان میرسید، بهترین غذاها رو در اینجا آماده میکردن. خارجی ها میبادن التماس میگن که آقا ما رو بفرستید، ما بریم آبادان بنکالو در اونجا زندگی کنیم. ایرانی ها طبقات پایین بودن، یعنی ایرانی ها در حد عمله و سرعمله بودن، و این اتفاق میافته تا سال 1309. 1309 کمپانی شروع میکنه به کلک، یعنی شروع میکنه برای اینکه تمدید. حالا میفهمه چه جواهری در اختیارشه. پول ایران 1,000,000 لیره میدادن به رضا شاه. اول سلطنتش هر ماه خوشحال بود هر سال 1,000,000 لیره بگیره. یک دفعه میکنن 300,000 لیره. 300,000 لیره رو که میکنن، تیمورتاش پا میشه میره لندن، مذاکره با اینا میکنه. تیمورتاش تحصیل کرده روسیه بود، برگشتن. من کتاب اسناد تیمورتاشو دارم، شما نمیدید چه پذیرایی تو لندن از این میکنن، چقدر برای بچه‌هاش که درس میخوندن چقدر امتیاز میدن اینا. تیمورتاش با اینا در میفته، میگه شما امسال به ما 300,000 لیره دادید. علارزد ناراحت، 300,000 لیره به جایی نمیرسه. اینا کاری میکنن بلدن. سازمان جاسوسی انگلستان به رضا شاه خبر میدن که تیمورتاش در برگشتن رفته به مسکو با استالین ملاقات کرده، با سران شوروی ملاقات کرده و برنامه داره که ایران کودتا کنه و ایران رو جمهوری کنه. توجه میکنه، در حالی که تیمورتاش چنین قدرتی نداشت، یه وزیر دربار بود، اصلا اون امیران لشکر اصلا بهش محل نمیذاشتن. با این دروغ و یک کیف اسناد اینو میدوزن، میگن ایشون رفته در مسکو با استالین و رؤسای دولت شوروی مبارزه کرد، مذاکره کرده با رؤسای شوروی مذاکره کرده و برنامهش اینه که شما رو بیرون کنه، روسا رو بیاره و پالایشگاه آبادان رو منتقل کنه به انزلی و نفت ایران رو به روسا بده. این همش دروغ بود. رضا شاه آدم ساده‌لوحی باور میکنه این بدبخت رو، بهانه میکنه، اول زندانیش میکنه بعدم اعدامش میکنه، تو زندان میکشنش. خب دیگه براتون بگم که آبادان تبدیل به بزرگترین بندر و پالایشگاه نفتی جهان میشه و میگفتن اون موقع حدود 1,000,000,000 لیره خرج آبادان شده. تمام دستگاه‌های عالی رو میارن اونجا کار میذارن، عرض شود که خط آهن میکشن، عرض شود که 150,000 نفر جمعیت داشته. نفت خوزستان واقعا به عرض شود که کمک انگلستان آمد در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. یک چیزی بهتون بگم، عثمانی ها خرابکار داشتن، عرب می اومدن لوله های نفت رو سوراخ می کردن. یه کشتی آلمانی رو یه افسر آلمانی به نام کشتی اکبادانا، اسم ایرانی می زارن رو کشتی، ترکستان، ارمنستان، گرجستان، از این صحبت ها، کشتی رو غرق می کنه. این کشتی در شط العرب اروندرود قطع میشه. مدت تقریبا 20 روز 25 روز شط العرب راش بسته شده، نفتکشا نمیتونن برن. این باعث میشه که دولت انگلستان ایران رو جریمه میکنه. بله. میگه قرار بود شما امنیت اینجا رو تامین کنید و ایرانی‌ها رو تحت فشار میذاره و به ایران پول نمیده.
اون آرمیتاژ اسمیت که اشاره کردی، اینا انگلیسی ها به ایران تحمیل کرده بودن و این میاد برخلاف اون سوالی که مطرح فرمودید به ضرر ایران رأی میده، به نفع ایران رأی نمیده. یعنی یک کاری میکنه، میگه شما مثلا 1,000,000 لیره در زمان وسوق الدوله به ایران بدید، قطع میشه. بعدها میگن آقا این خودش از طرف انگلیسی ها بوده، آرمیتاژ اسمیت و یک کلنلی، یک جنرالی طبق قرارداد وسوق الدوله قرار بیان ایران رو اداره کنند. اون جنرال باید بیاد مسئول ارتش بشه و آرمیتاژ اسمیت مسئول امور مالی بشه. برای این آدم قابل اعتمادی نیستش. این مخدو میکنه، میگه ما مثلا 1,000,000 لیره به ایران میدیم بابت تمام پولایی که از 1912 به بعد ندادیم. و دولت ایران همیشه معترض به این آدم. خب دیگه براتون بگم که انگلستان تقریبا شرکت نفت انگلیس و ایران رو عرشبت به یک شرکت نظامی دولتی دریاداری تبدیل میکنه. چرچیل، فیشر، دارسی، فیشر همونی بود که گفت باید نفت و جای عرشبت چیز بذاریم، جفت زغال سنگ، شیفل و اسمشو میبرن، اسلید میبرن، ولی فیشر از اینا مهمتره. این مثلث خدمت بزرگی به انگلستان کردن. لورد جورج نخست وزیر و کرزین وزیر خارجه انگلیس گفته بودن ما روی امواج رفت به پیروزی رسیدیم در جنگ اول. جنگ دوم هم همینطور میشه. بریتیش تانکر در طول جنگ شاید 40-50 تا نفتکشش در جنگ دوم جهانی غرق میشه، ولی یک غوریه بریتیش تانکر. ببینید این شرکتی هستش که از 1915 1294 تأسیس شده، الان هم موجوده، الان هم این شرکت کارهایی میکنه، ولی شرکت نفت انگلیس الان رفته دنبال انرژی خورشیدی داره کار میکنه. این کتابش تازه است، برام از خارج فرستادن. بریتیش تانکر. خب ببینید ما وکیل نداشتیم، وکیلای ما همون وکلای انگلیسی بودن. خب اونا متاسفانه طرف، چون پول، وکیل پول براش خیلی مهمه. هیچ بعید نیست که 16%، من اشاره نکردم 16%، اول برنامه باید میگفتم، عذر میخوام یادم رفت، 16% اصلا مبلغ قابلی نبود. از زمانی ما بیدار شدیم که فهمیدیم عربستان 50-50 است. خیلی جالبا، یعنی ابن سعود که یه آدم صحرانشین بود مشاورای خوبی داشت و اینا اومدن به صحرا 50-50 صحبت کردن. همین که درسته، همه جور انگلستان بهانه می آورد. شما باور نمی کنید ما نفت شوروی رو استفاده می کردیم. من الان آگهیاش رو گذاشتم تو همین کتابا، از نفت، یعنی نفت آذربایجان، چون کلمه هم غلطه، اصلا اونجا اسمش آذربایجان نیست، اونجا قفقاز. همیشه ما میگودیم قفقازیه، الان جمهوری آذربایجان اسمش پوشالیه. یعنی دولت ایران میتونه شکایت کنه که این اسم غلطه، اونجا هیچ وقت آذربایجان نبوده، منتها اونا برای یک مقاصد خاصی این کلمه رو در 1918 که مساواتیا گذاشته بودن که به ایران ملحق بشن. این خیلی جالبه، حزب مساوات یه حزب طلب ایران بود، ایرانوفیل بود، اینا میخواستن به ایران ملحق بشن، این حزب رو گذاشتن. بعد وقتی گفتن آذربایجان، شیخ محمد خیابانی ایراد گرفت، گفت اسم ما رو چرا دزدیدید، اسم شما آرانه، آرانشاه، یعنی فرمانروای قفقاز، توجه میکنید؟ آلبانیان بهش میگفتن، زمانهای خیلی قدیم، ولی اینا اسمو دزدیدن. شورویام که اونجا رو گرفتن، اینا عجب کار خوبیه، حالا میگن آذربایجان شمالی، آذربایجان جنوبی، مزخرف، آذربایجان شمالی خویه، آذربایجان جنوبی هم قسمت‌های دیگه آذربایجان، جنوب آذربایجان، اردبیل هم که هست آذربایجان شرقی و غربی، ما آذربایجان شمالی نداریم. اونجا اسمش آرانه. میگید نه، کتابی هست اونجا سون هدین نوشته، سوئدی، که اصلا یه جغرافیدانه، نوشته کوههای قفقاز، سرزمین‌های قفقاز، نقشه بزرگ میتونم باز کنم بهتون نشون، نوشته قفقاز. هیچ وقت اونجا نمیگفتن آذربایجان، همه صحبت نفت بودا، همه این کلکا. اینی که میفرمایید که 13% به ایران میرن، هیچ بعید نیست، برای که دولت ایران متوجه نبود، دولت ایران نفشناس نداشت که کمیسرای نفت ما رو میخواید اسم ببرم. اینا میرفتن تو لندن یه زن انگلیسی میگرفتن یا آمریکایی، بعد ادبیات میخوندن،
همشون شدن دکتر ادبیات، استاد ادبیات، نفشناس نبودن. مایی سالی 1000 پوند خیلی پول بود اون موقع میگرفتن، زندگی عالی تو لندن داشتن. یکیشون هم از دست زنش خودکشی کرد، یه زن آمریکایی داشت، تمام پول این بدبخت خورد، در لندن خودکشی کرد، صندلی گذاشت خودش کشت. من تو همین کتابا نوشتم.